نام قدوس عیسی را، قدوس اسرائیل را، نامش را جلال بدیم. قدوس اسرائیل کی هست؟ از جان اصلا اسرائیل کی هست؟ اسرائیل از جان از اونجا شروع میشه که خدا ابراهیم را فراخوان. وقتی که خدا ابراهیم را فراخوان، خدا به ابراهیم فرزندی داد به نام اسحاق، و اسحاق صاحب دو تا فرزند شد، یکی عیسو، یکی یعقوب. و یعقوب را خدا فراخوان، انتخاب کرد، نه به این معنا که او خاص بود، ولی خدا این شخص را، یعنی یعقوب را انتخاب کرد برای مأموریت یعنی جدید، یعنی که خدا خوانده من عیسی مسیح شاید گفت من به تو درس میدم اعمالم را، تو نمونه باش برای دیگران که دیگران به تو ببینن و منو از طریق تو بشناسن. یعنی حتی عیسو که برادر تو هست، اون هم به تو نگاه کنه و مثل تو که تو از من پیروی میکنی، عیسو هم مثل تو از من پیروی کنه. خدا یعقوب را برای این فراخواند. وقتی که خدا یعقوب را فراخواند، خدا در طول این مأموریت، خداوند موسی مسیح شاهد جلال، نام یعقوب را از یعقوب عوض کرد به اسرائیل، و اینجا هست که اسرائیل به وجود آمد. خدا نام یعقوب را به اسرائیل تغییر داد. برای این هست که خدا چون که تغییر داده، و اینجا هست که ما میگیم خدا را شکر میکنیم، خداوند عیسی مسیح شاه جلال، خدای قدوس، شاه شاهان، پادشاه اسرائیل را، نامش را جلال میدیم. اینجا از آن این اسرائیل شد، و ما هم امروز هر کی که مثل یعقوب، هر کی که مثل یعقوب از خداوند عیسی مسیح شاه جلال پیروی میکنه، خدای یعقوب، قدوس اسرائیل، قدوس این شخص است. و ما امروز که به خداوند موسی مسیح شاه جلال ایمان آورده، ما امروز که به خداوند موسی مسیح شاه جلال قدوس اسرائیل ایمان آورده، ما هم شدیم عضو از خانواده یعقوب که همین قوم اسرائیل هست. پس شما را دعوت میکنم به ایمان آوردن به خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، قدوس اسرائیل. خوش آمد میگم به شما عزیزان، به برنامه خودتان، که عیسی تنها راه نجات است. چرا عیسی تنها راه نجات؟ چون تنها یک خدا وجود داره، همین یک خدا، خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، قدوس اسرائیل هست. و نام شخصی که نام انسانیش هست، که خدا انسان رو در میان ما مسکن گذید، و انسان نیاز داشت که با کلمات انسانی، با اسم انسانی خدا را صدا کنه، و اون اسم عیسی هست. و امروز ما به شما خدا این فرصت رو برای ما داده که ما به شما از آن خوش آمد بگیم به برنامه خودتان. عیسی تنها راه نجات، یعنی که شما ایمان بیارید به خداوند موسی مسیح شاه جلال و نجات را دریافت کنید. ما از طریق تلویزیون تیوی خونسور یا تیوی ویژن سویدن مهمان خانه های شما خوبان هستیم. امیدوارم که از برنامه خوب خودتان لذت ببرید از آن. چرا؟ چون که ما لذت میبریم، و چیزی را که ما لذت میبریم، و این لذت را برای شما هم فرا میخوانیم، چون خداوند موسی مسیح شاه جلال همین قدوس اسرائیل فرمود مفت یافتید مفت هم بدهید. ما پول برش پرداخت نکردیم، ما زحمتی براش نکشیدیم، خدا برای ما داده، و ما هم شما رو به این لذت دعوت میکنیم. برای همین است که میگیم از برنامه خوبی خودتون لذت ببرید عزیزان. خداوند موسی مسیح شاه جلال برای ما داده و برای شما هم میده. ما فقط اینجا هستیم که به شما بگیم بیاین ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، از خداوند موسی مسیح شاه جلال، از خدای قدوس، قدوس اسرائیل تعلیم بگیرید که به جانهای خود آرامی و آسایش خواهد یافت. یوغ خداوند ما عیسی مسیح سبک است. و امروز عزیزان میخوایم در مورد همین فراخواندگی و انتخاب خدا، خداوند عیسی مسیح شاجال که انتخاب میکنه، در همین باب میخوایم کلام خدا را بررسی کنیم و بفهمیم که آیا ما هم انتخاب شده هستیم؟ آیا خداوند عیسی مسیح شاه جلال، خدا که انسان شد در میان ما مسکن گزید شد، یکی از ما، آیا آمد ما را انتخاب کنه، یا اینی که آمد ما به او بنگریم و بگیم خب این خدا هست، ما که نمیتونیم به این وصف بشیم، ما که نمیتونیم مثل ای بشیم. و اینجا هست که کلام خدا را امروز برادرمون برادر بسیار عزیزم برادر فؤاد هست که با ما رو روشن بسازه، و کلام خدا را با هم بررسی میکنیم که آیا وضعیت ما این هست که ما به عیسی مسیح بینگریم بگیم نمیتونیم مثل این بشیم، یا وقتی خداوند عیسی مسیح گفت بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران، ما که گران بار هستیم،
این شامل حال ما میشه که ما بریم به خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال ایمان بیاریم. پس از برنامه خوب خودتون عیسی تنها راه نجات لذت ببرید. کلام خدا را اگر دارین انجیل لوقا باب 5 را بررسی میکنیم. خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال عزیزان را فراخوانده که بیاد شاگردی کنه و شما امروز خدا این فرصت را برایتان داده که شاگرد خدا بشین. عزیزان چه افتخار بزرگتر از این که شاگرد خدا بشیم. خدا ما رو به شباهت خودش آفریده تا شاگردش بشیم. خوش آمدید به شاگردی خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال قدوس اسرائیل. خوش آمدید برادر. ممنونم. منم شالوم میگم. شالوم پدر آسمانی، فیض عیسی مسیح ناصری، مشارکت، رفاقت، حضور و پری روح القدس با شما عزیزان باشه. خیلی خوشحالیم و مفتخریم از اینکه خداوند این موقعیت رو فراهم کرده تا از طریق این برنامه بتونیم به نام عیسی مسیح ناصری مهمان خانه شما باشیم تا بتونیم به قدرت روح پاک خدا بتونیم پاهای شما عزیزان رو بشوریم، چون کلام خداوند اقتدار این رو داره که زندگی های ما رو تبدیل بکنه و عوض بکنه. همونطوری که برادر داوید گفتش، امروز میاد در مورد خدای قدوس اسرائیلی حرف بزنیم که نه تنها خودش رو در صورت عیسی مسیح ناصری مکاشفه کرد بر دنیا، بلکه اومد تا ما هم به او ایمان بیاریم، هم اون رو شاگردی بکنیم. ما مسیحی از آن قدوس دریافت کردیم. این مسیح قرار بود به ما تعلیم بده، به ما کمک بکنه تا عیسی مسیح ناصری رو شاگردی بکنیم. امروز در مورد این شاگردی میخوایم حرف بزنیم، چون عزیزان میخوام یه رازی رو به شما بگم. مسیحیت بدون شاگردی کردن عیسی مسیح یعنی مسیحیت بدون عیسی، یعنی یک دین، و این دیگه راه حیات نیست بلکه یک دین، و دین افیون تو ده هاست، دین از بین میبره. ولی عیسی مسیح نیومد که یک دین تازه رو به ما ارائه بکنه، بلکه عیسی مسیح اومد تا ما رو مس بکنه، تا او رو شاگردی بکنیم. چون عیسی مسیح کلام پدر بود، کلام پدر جسم پوشید، ظاهر شد و در بین کسان خود خیمه زد و ما رو دعوت کرد، فرا خوند که شاگردی بکنیم اون رو، کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد با اون خون مبارکش روی صلیب، و ما رو به واسطه روح القدس و به قدرت روح القدس مسح کرد تا بتونیم اون رو شاگردی بکنیم. اگر کفاره گناهان ما پرداخت نمی شد، اگر اون خون مبارک ریخته نمی شد، ما نمی تونستیم پذیرای این مسح آسمانی باشیم. ما نمی تونستیم روح القدس رو در خودمون داشته باشیم، یا روح القدس بتونه در اون پاکی و در قدوسیت خودش بتونه در ما ساکن بشه. پس اول کفاره گناهان ما پرداخت شد و روح خدا اومد تا بتونیم عیسی مسیح ناصری رو شاگردی بکنیم. برادر داوید در خدمتتون هستم. مرسی برای خدمت از ماست. خداوند عیسی مسیح شاجل بهتون برکت. خدا رو شکر برادر. بازم بعد از این تعطیلی تابستان و وقفه ای که افتاد، مثلا برنامه نداشتیم. عزیزان میدونم منتظر بودن، چون ما انجیل شروع کردیم، انجیل لوقا رو شروع کردیم، یعنی آغاز کردیم به بررسیش، رساندیم به فصل آخرین برنامه‌ای رو که داشتیم در مورد انجیل لوقا. انجیل لوقا باب 4 بود. پس امروز برادر، پس اگر اون باب 4 بود، شما میاد که در مورد انجیل لوقا از باب، در مورد شاگردی از باب 5 بررسی کنید. پس بفرمایید، ما رو هدایت بفرمایید. برادر داوید بسیار خوشحالم از عنوانی که برای باب 5 در نظر گرفته شده. نوشته شده نخستین شاگردان عیسی، چون قرار نبودش که این شاگردان اولین و آخرین شاگردان عیسی مسیح باشن. اونا نخستین شاگردانی بودن که فرا خوانده شدن، دعوت شدن به اینکه عیسی مسیح رو شاگردی بکنن و از او یاد بگیرن و نجات رو دریافت بکنن و مس بشن، تا بعدش بیرون فرستاده بشن به حکم خداوند ما عیسی مسیح، تا بشارت خبر خوش نجات به اقصای عالم بره و کسان دیگر رو شاگرد عیسی مسیح ناصری بکنن، یعنی تعلیمشون بدن و کمکشون بکنن که اونها شاگرد عیسی مسیح بشن. یعنی وظیفه اصلی شاگردان عیسی مسیح در اون مأموریت بزرگی که عیسی مسیح بهشون سپرد این بودش که اونها هم برن شاگردان برای عیسی مسیح ناصری فراهم بیارن. ولی نکته‌ای که می‌خوایم امروز به طور خاص در موردش حرف بزنیم اینه که وقتی ما 4 انجیل رو بررسی می‌کنیم، برادر داوید، به ظاهر انگار شیوه دعوت کردن از این شاگردان از سمت عیسی مسیح، ظاهر قضیه اینه که شاید اینا با هم
تعارض داره یا نمیخونه، همگون نیست. ولی حقیقت ماجرا اینه که هر کدام از این عزیزانی که به واسطه روح القدس و به قلم لوقا، متا و یوحنا و مرقس عزیز انجیل رو نوشتن، به یک زاویه و به یک بعد از اون روز انتخاب شاگردان پرداختن. برای همین ما باید اینا رو کنار هم بذاریم تا یک تصویر کامل و شفاف پیدا بکنیم از این که ببینیم که بالاخره عیسی مسیح چطور این شاگردان اول رو دعوت کرد و آیا شناختی اینها از عیسی مسیح داشتن یا اینکه نه، همین که عیسی مسیح از کنار دریاچه جنیسارت عبور میکرد به چند نفر گفت از پی من بیا و اونا تور انداختن رفتن. چون من شنیدم خیلی از کلیساها فقط روی انجیل متا تاکید دارن برای انتخاب شاگردان، میگن که عیسی مسیح عبور کرد و چند نفر رو صدا زد و اونا تورشون رو رها کردن، از پی عیسی مسیح رفتن. در واقع این الهیات ناقص هستش، این تعلیم میاد که ناقص باشه. چون ما واسه ببینیم که آیا این شاگردان شناختی از عیسی مسیح نداشتن واقعا قبلا، همینجوری یک نفر رد شد و گفت از پی من بیاین، از پیشون رفتن، یا اینکه انجیل های دیگه تصویر دیگه‌ای رو به ما میدن که میاد در موردش حرف بزنه. آمین، آمین. واقعا برادر این خیلی مهم نقطه ای را که اشاره کردین، چون ما اینو باید در نظر داشته باشیم. از آن انجیل رو میخونه، مثلا میگه انجیل متا، متا، مرقس، لوقا و یوحنا، چهار تا انجیل. در واقع این یک انجیل، انجیل یک انجیل، یک روایت خداوند عیسی مسیح انجام داد و این چهار تا، از چهار تا قلم اینو یک روایت رو به نگارش در آورده. و چیز دیگر که ما در نظر باید داشته باشیم وقتی که کلام خدا رو میخونیم اینه که در اون زمان مثل الان کاغذ در اختیار عزیزان نبوده. اینا مثلا اسکرول می‌خریدن، از این چیزا پاپرایت مگه نمیدن به انگلیسی چیز، به فارسی چی میشه، که اونو مثلا می‌خریدن و پولی بسیار زیاد باید بابت اون چیزی رو که روش می‌نوشتن پرداخت می‌کرد، اون متریالشون، و کم بوده، کم یافت هم بوده. مثلا فرض کنیم کاغذ اون زمان کم یافت بوده و عزیزان باید پول بسیار گزافی پرداخت می‌کرده و برای نوشتن مطالبشون باید انتخاب میکرده که چی چیزی رو باید اینجا بذارم قبل از اینکه این کاغذ هم تمام بشه. اگه چیزای خیلی جزئیاتی میرفت جلو، کاغذش تمام میشد، نصف مطالب میذاشتن کنار، نمینوشتن. برای اینه که خداوند عیسی مسیح شاهد چهار تا قلم رو انتخاب کرده، یکیش مثلا متا به همون موضوع میپردازه، مثلا جزئیات نمیده، کلی بیان مونه، بعد این بر این برش لوقا میاد و اون رو با همون رو جزئیات برش اضافه میکنه. چون مثلا کاغذ متا فرض کنیم کم بود، الان کاغذ مثلا لوقا کاغذ زیادتر خریده و این میاد جزئیات همون قضیه رو، جزئیاتش رو زیادتر برای ما بیان میکنه. که اینه که وقتی ما، برای اینه که ما وقتی انجیل رو میخونیم، این رو چیزی منبع تاریخی، پشت زمین تاریخیش باید در نظر داشته باشیم که اون زمان کاغذ زیادی نبوده، باید عزیزان محدود بوده، یعنی مثل ما نبوده بریم یه دفترچه بخریم بشینیم فکر کنیم چی بذاریم اینجا، هی بذاریم خرابشو بندازیم دور. اینا اینطوری نبودن، باید خیلی دقیق و حساب شده میرفتن. برای این است که چیزی رو که شما فرمودین بسیار مهم است که ما روی یکشون تمرکز نکنیم. یک اتفاق از دید چهار تا قلم که هست باید بررسی کنیم، با اون تصویر کاملش میرسیم. بفرمایید. لوقا به طور مثال اینجوری شروع میکنه، میگه یک روز که عیسی در کناره دریاچه جنیسارت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام میکردند تا کلام خدا را بشنوند، در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون آمده مشغول شستن تورهایشان بودند. پس بر یکی از آنها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. چون سخنانش به پایان رسید، به شمعون گفت قایق را به جای عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی در آب افکنید. شمعون پاسخ داد: استاد، همه شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. وقتی چنین کردند آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. از این رو دوستان خود در قایق دیگر به اشاره خواستند تا به یاریشان آیند. آنها آمدند و هر دو قایق را آنقدر از ماهی پر کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو روند. چون شمعون پتروس این را دید، به پاهای عیسی افتاد و گفت:
ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. چه خود و همراهانش از واقعه صید ماهی شگفت زده بودند. یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز که همکار شمعون بودند همین حال را داشتند. عیسی به شمعون گفت مترس، از این پس مردم را صید خواهی کرد. پس آنها قایق‌های خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته از پی او، از پی عیسی روانه شدند. یه سری اتفاقات هست که میاد در موردش بپردازیم بهش چه اتفاقاتی افتاد اینجا، ولی میخوام یه مقایسه بکنم با انجیل متی. متی به همین بسنده کرده که عیسی مسیح اینا رو فرا خوند و اونها همه چی رو رها کردند و از پی عیسی رفتند، در حالی که لوقا در ابتدای انجیلش مینویسه ای تئوفیلوس عزیز میخوام از صحت چیزی که شنیدی مطمئن بشی، برای همین من به ترتیب با جزئیات اینها رو برای شما مینویسم. ما عیسی مسیح رو میبینیم که میره کنار دریاچه جنیسارت برای اینکه تعلیم بده و روی قایق شمعون، یعنی از شمعون میخواد و قایقش رو به اصطلاح قرض میگیره و میره روی اون قایق شروع میکنه به تعلیم دادن و بعدش وقتی که تعلیم میده ازش میخواد که به عمق برن برای ماهیگیری. ما شمعونی را میبینیم که یک عمر ماهیگیره، جدن در جد ماهیگیره و میگه ای استاد ما همه شب رو ماهی نگرفتیم ولی چون تو میگویی آری این کار رو میکنیم. این از کجا میاد؟ شمعون چطوری به یک نفری که اگر تا امروز نشناخته همینجور راحت میگه ای استاد؟ این استاد از کجا اومد؟ چطوری این اطاعت میاد؟ و اینی که حالا وقتی که عیسی مسیح کسی رو انتخاب میکنه مثل شمعون، اول قایقش رو میخواد اجاره بگیره برای اینکه ازش استفاده کنه، وقتی که شمعون این قایق رو در اختیار عیسی مسیح قرار میده، حتی عیسی مسیح اجازه نمیده که این به رایگان باشه، چند ساعت بعدتر قایقش رو پر از برکت میکنه و بعدش ازش میخواد که اون رو پیروی بکنه. برای پیدا کردن این جواب ما بایستی به انجیل یوحنا سر بزنیم، جایی که ما یحیای تعمید دهنده رو داریم میبینیم که شاگردانی داره. وقتی که موعظه میکنه به توبه و میگه که توبه کنید پادشاهی خدا نزدیکه، و وقتی که عیسی مسیح میاد تعمید میگیره و آسمان گشوده میشه و روح القدس بر عیسی مسیح قرار میگیره و مطمئن میشه یحیای که این همان است که با روح و آتش تعمید میده، این همان بره کامل و بی‌نقص خداست که گناه از جهان برمیگیره، بعدش به شاگردان خودش میگه که این به عیسی مسیح اشاره میکنه، میگه این همان است که گناه از جهان برمیگیره. برای همین ما در انجیل یوحنا باب 1 از آیه 35 هم قسمتی رو داریم به عنوان نخستین شاگردان عیسی، ولی اینجا قبلتر از اون جاییه که عیسی مسیح رفته و سوار قایق شمعون شده، چون اینجا جاییه که میگه فردای آن روز دیگر بار یحیی با دو تن از شاگردانش ایستاده بود. او بر عیسی که راه میرفت چشم دوخت و گفت این است بره خدا. چون آن دو شاگرد این سخن را شنیدند از پی عیسی به راه افتادند. عیسی روی گرداند و دید که از پی او میآیند. ایشان را گفت چه میخواهید؟ گفتن ربی، یعنی ای استاد. کجا منزل داری؟ چرا بهش میگن ای استاد؟ چون استاد خودشون میگه این استاد حقیقیه. پاسخ داد بیایید و ببینید. پس رفتند و دیدند کجا منزل دارد و آن روز را با او به سر بردند. آن وقت ساعت 10 از روز بود. یکی از آن دو که با شنیدن سخن یحیی از پی عیسی رفت، آندریاس برادر شمعون پتروس بود. او نخست برادر خود شمعون را یافت و به او گفت ما مسیح را که به معنی آن مس شده است یافته ایم، و او را نزد عیسی برد. عیسی بر او نگریست و گفت تو شمعون پسر یوحنایی، اما کیفا خوانده خواهید شد که معنی آن صخره است. و بعدش در ادامه میبینیم میرن فیلیپوس و نتانائیل رو هم پیدا میکنن. پس ما میبینیم که شناخت اولیه این شاگردان از عیسی مسیح از جای آغاز شده که اینها شاگرد یحیای تعمید دهنده بودن. و یحیای تعمید دهنده به عیسی مسیح اشاره میکنه و میگه که این بره کامل و بی‌نقص خداست، یعنی از شاگردان خودش دعوت میکنه که عیسی رو پیروی بکنن و میرن و میشنون و عیسی رو از نزدیک میبینن و بعدش موعظه های عیسی به گوششون خورده. پس جایی که عیسی مسیح میره به کنار دریاچه جنیسارت، این عیسی مسیح برای شمعون و یوحنا و آندریاس یک شخص غریبه و یک شخص نو نبوده، بلکه از قبل از دهان یحیی شنیدن و
و کارهایی رو که عیسی مسیح از همون روز اولی که در خدمتش به کنیسه در آمد و اون تومار اشعیا رو خوند و بعدش ارواح پلیدی که اخراج کرد و شفاهایی که جاری شد به گوش این عزیزان رسیده بود. آمین آمین. پس برادر شما یعنی میفرمایین که عزیزان قبل از اینکه ما به یک مثلا برای خودمون یه نتیجه گیری کنیم و این نتیجه گیریمون مثلا کامل نباشه، باید یه بررسی کل اناجیل رو بکنیم، از هر اتفاقی میفته هر اتفاقا رو کنار هم بذاریم تا جزئیات کامل به دست بیاد. وقتی که جزئیات کامل به دست میاد، این تصویر ما میگیریم که قبل از اینکه این عزیزان با خداوند عیسی مسیح آشنا شون، خالق آسمان و زمین، با یحیای تعمید دهنده که صدای اون ندا دهنده، اون صدا هست که راه این خدا را هموار می‌سازه، یعنی راه عیسی را هموار می‌سازه، پیشا پیش او آمده و خداوند عیسی مسیح شاه جلال وقتی که از دست او تعمید گرفت، چون یحیای اون کاهین بود، نماینده عهد عتیق بود، نماینده موسی بود، پس نماینده موسی که یحیای هست، خداوند عیسی مسیح را به عنوان کاهین اعظم که خانت را خودش دو دستی تقدیمی خداوند عیسی مسیح شاه جلال کرد، شاگردان اینا را دیدن و اون ندا آمد و روح القدس آمد بر خداوند عیسی مسیح قرار گرفت. اینا همه شاهدان این واقعه هست. بعد خودشان با تشویق و شهاداتی را که یحیای تعمید دهنده داده، خود اینا مشتاق پیروی از خداوند عیسی مسیح شدن، یعنی خداوند عیسی مسیح هیچی بهشون نگفته، اینا ازشون هی پیروی میکردن تا اونجایی که گفت خداوند عیسی مسیح، شما فرمودید انجیل لوقا 5 میگه که دیگه خداوند عیسی مسیح اینا رو فرا خوان و اینا هم یک چیزایی رو ول کردن، یعنی از دنیا خودشون رو کنده احساس کردن، گفتن ما دنبال شما این. پس تصویر کامل اینطوری به وجود میاد، درسته؟ دقیقا همینطوره برادر داوود، چون ما اگه تصویر درستی نداشته باشیم از این قضیه، میتونه همونطوری که گفتم میتونه تعلیم غلطی رو جاری بکنه در کلیسا بین ایمانداران، یعنی اینکه ما متوقع باشیم که این عیسی مسیح رو اگه به کسی موعظه کردیم سریع این بیاد عیسی مسیح رو شاگردی بکنه. عیسی مسیح هرگز نخواست که تا زمانی که خودش رو مکاشفه نکرده کسی بیاد این رو شاگردی بکنه با تمام وجودش. عیسی مسیح اول اومد خودش رو مکاشفه کرد، حتی وقتی شاگردان رو هم انتخاب کرد، بعد از اینکه با عیسی مسیح قدم زدن، بعدن دوباره ازشون پرسید که مردم که مرا که میپندارن، شما مرا که میپندارین. پس در واقع چرا عیسی مسیح شاگردان رو انتخاب کرد؟ چون این شاگردان هم قرار بود برن مثل یحیای تعمید دهنده، دستشون به سمت عیسی مسیح بلند باشه، بگن که ای مردم، این عیساست که قرار شما شاگردیش بکنید، نه ما. ما مردم رو به شاگردی کردن از کلیسا دعوت نمی کنیم. ما مردم رو به شاگردی کردن از یک واعظ خاص دعوت نمی کنیم. ما مردم رو به شاگردی کردن از یک الهیدان خاص مطرح دعوت نمی کنیم. همه واعظین و خادمین قراره مردم رو به شاگردی کردن عیسی مسیح ناصری دعوت بکنن. و برای این قضیه حالا ما بایستی مرسی برای اینکه در مورد یحیی و اون شهادت یحیی هم حرف زدین، چون بایستی یک مقدار هم در مورد رابطه عیسی مسیح و یحیی تعمید دهنده و شناخت یحیی از عیسی با هم دیگه گپ بزنیم. آمین آمین. و اینو برادر حتما من اگه چیز باشه یه برنامه خاص بهش مثلا چیز بدیم، اختصاص بدیم. ولی برادر چیزی را که شما گفتین بین صحبتایتون این بود، بین کلامتون، که یعنی خداوند عیسی مسیح کسی را که خودش رو برای اون مکشوف نکرده نمیخوانه. اول مکشوف، یعنی منظورم این الان توضیح میدم نمیخوانه چی. ما همه فراخوان داشتیم که خداوند عیسی مسیح پیروی کنیم، ولی اون پیروی و اون ارتباط که جدا از دین هست، ارتباط انسان با خالق که دین بینشون نیست، دیوار بینشون نیست، پرده بینشون نیست، اینجاست که اگه پرده ای نباشد، یعنی پرده برداشته شده، پس پشت این پرده برای ما عیان شده و این پشت پرده خدا هست، ما خدا را دیدیم. تا این ملاقاته توسط خود خدا صورت نگیره، خداوند عیسی مسیح شاگرد ما را به زمین نمیفرسته. و اینجاست که برادر ازتون خواهش میکنم که به همین موضوع اینجا بپردازیم که این شناخت و این برکناری پرده و این از بین بردن دیوار برای شمعون چی بود؟ یعنی شمعون چی دید که چه اعترافی کرد؟
ببینید وقتی که از عزیزان مسلمان میپرسیم که عیسی مسیح رو میشناسی، خیلی هاشون فکر میکنن عیسی رو میشناسن. ولی سوالی که ما به عنوان شاگردان مسیح باید ازشون مطرح کنیم اینه که شما عیسی مسیح خداوند رو میشناسین یا حضرت عیسی رو؟ چون اینا شاید از نظر تاریخی بگین یک عیساست، ولی این تعریفی که شما دارین این عیسی رو شخص دیگه معرفی میکنه، ولی در حالی که این عیسی مسیح اومد تا خودش رو مکاشفه بکنه و قرار شاگردان بشارت بدن کارهای این عیسی رو تا دیگران هم این پرده براشون کنار بره. این در واقع ما دعوت میکنیم که این نگاه اونها به این عیسی مسیح باشه و این عیسی مسیح در طول مسیر وقتی دعوت میکنه خودش رو مکاشفه میکنه، همونطوری که شما فرمودین و کتاب مقدس در انجیل لوقا میگه چی خودش رو چطور بر شمعون مکاشفه کرد. ما میبینیم که یحیای تعمید دهنده در مورد عیسی مسیح شهادت میده، شاگردان یحیی میرن از پی عیسی میرن و بعدش میرن شمعون رو میارن. اولین مکاشفه عیسی مسیح بر شمعون اینه که وقتی که شمعون رو میارن پیشش، قبل از اینکه شمعون خودش رو معرفی کنه عیسی مسیح بهش میگه که تو شمعون پسر یوحنایی، یعنی به اسم اون رو میخونه، یعنی اینکه هم خودت رو میشناسم، هم پدرت رو، هم جد و آبادت رو من میشناسم. چرا؟ چون پیش از آفرینش خلقت عیسی مسیح میگه که پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم. چون عیسی مسیح همیشه بوده و هست و خواهد بود، چون اون کلام ازلی خداست. پس اولین مکاشفه ای که عیسی مسیح ناظری بر شمعون پتروس میکنه اینه که بهش نشون میده که من تو را میشناسم. حتی چند آیه بعدتر به نتانائیل هم همینو میگه، میگه که زمانی که زیر درخت انجیر داشتی دعا میکردی تو را دیدم. اون تنها اونجا داشت با خدا راز و نیاز میکرد و عیسی مسیح ناصری اونجا میگه من تو رو دیدم. 2000 سال پیش نه دوربین شکاری بوده که از دور دست کسی رو ببینیم، نه موبایل ها و دوربین های مخفی که یه جایی که کار گذاشته بشه که شخص بگه که خب یه دوربین یه جایی گذاشتی و منو دیدی. نتانائیل با خدا حرف میزد و عیسی مسیح دید. یعنی یکی از اولین مکاشفات خدا بر کسایی که دعوت میشن که او رو بشناسن این هستش که عیسی مسیح بهشون ثابت میکنه که اون مخفی ترین رازهای تو رو من میدونم. و این اولین مکاشفه عیسی مسیح هستش بر شمعون. ولی بعد از این که شمعون میشنوه از تعالیم عیسی مسیح، بعد از این که میشنوه که عیسی مسیح شفاها داده، عیسی مسیح به این هم قناعت نمیکنه، میره پیش خود شمعون و میره و ازش میخواد که از قایقش استفاده کنه، یعنی محکش میزنه، میخواد ببینه که اجازه میده که عیسی مسیح وارد حریم زندگی و کارش بشه، چون اون قایق کارش هم اون هستش، هویتش بوده در دقیقاً واقع. یعنی در واقع عیسی مسیح یک قدم جلوتر میذاره برای نزدیک شدن به ما، یعنی همش این عیساست که به ما نزدیک میشه، این عیسی خداونده، این کلام خداونده که برای نزدیک شدن به ما جسم پوشید و میاد محکش میزنه، میگه میتونم از قایقت استفاده کنم. گاهی اوقات وقتی ما به عزیزان میگیم که اجازه دارم به نام عیسی مسیح ناصری مهمان خانه‌ات باشم، اون اجازه ای که شخص میده به من نمیده، به کلام خدا میده. اون محکی هستش که کلام خدا میخواد بزنه، میگه اجازه دارم به محل کارت بیام. وقتی که تو در اختیار قرار میدی کارت رو، هویتت رو، زندگیت رو، قلبت رو، فکرت رو و دقایقی رو اختصاص میدی به گوش دادن کلام، این عیسی مسیح کارهای عجیبی میکنه. و عیسی مسیح محک میزنه و شمعون اجازه میده، عیسی مسیح میره بر اون قایق و از اون قایق استفاده میکنه. و بعدش محک بعدی اینه که میگه که به عمق بریم. و شمعون دوباره این ریسک رو میکنه در عشق، در شناخت، در اینی که بفهمه که این عیسی کیه، میگه بذار محک بزنم ببینم این چی میگه. تهش یا به این نتیجه میرسم که همه چیزهایی که در مورد این عیسی میگن دروغه، یا من رو سورپرایز میکنه. درسته، من عزیزی اومد توی کلیسا بهش بشارت دادم، گفتم کتاب مقدس رو بخون، تعالیم رو گوش بده، عیسی رو بشناس، ولی مثل وقتی که خواستی تصمیم بگیری از کلیسا بری، روزی باشه که یا متوجه شده باشه این عیسی کیه، یا جواب داشته باشه که مثل مرد بگی که من این عیسی رو به این دلیل و به این دلیل و این دلیل رد میکنم. شاید این شمعون خواست محک، عیسی مسیح رو دعوت کرده، این هم خواست عیسی رو محک بزنه، گفت بریم ببینیم، این میگه بریم به عمق. تورش پر از ماهی شد. چرا؟ شما یه جمله جالبی دارین، همیشه میگین که
فکر میکنم که ماهی ها صدای خالقشون رو شنیدن و پریدن توی این تورها، این تور پر از ماهی شد و این برکت عظیم نشانه و آیتی شد بر نه تنها شمعون، بر اطراف، بر همکاران شمعون که تنها خداست که میتونه این موقع روز این تور رو پر از ماهی های بزرگ بکنه، چیزی که هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده. خداوند عیسی مسیح برای اینها انجام داد و همون لحظه شمعون متوجه شد، یعنی تمام این پازل ها رو کنار هم گذاشت، شهادت یحیی رو، چیزهایی رو که شنیده بود، ملاقات دیدار اولش با عیسی مسیح، تعالیمی که عیسی مسیح بر قایقش داد و بردنشون به عمق و این حجم عظیم ماهی برش مکاشفه شد وقتی پازل ها رو کنار هم گذاشت که این عیسی کیه. زانو زد و گفت دور شو از من، تو خداوندی، تو خدای تجسم یافته هستی، جسم پوشیدی، تو خداوند هستی، از من دور شو و من گناهکارم. چون باور داشت که یک شخص گناهکار نمیتونه ملاقات داشته باشه با خدا، چون خدا پاک و قدوسه و در این ملاقات شخص گناهکار میمیره. ولی عیسی مسیح جوابش چیه؟ میگه که از پی من بیا که تو رو صیاد جانها میکنم. عیسی خداوند جسم پوشید در عیسی تا قدوسیت خدا ما رو در ملاقات با انسان گناهکار هلاک نکنه. چون اگر خدا در قدوسیتش میومد همه آدمیان هلاک میشدن. پس نقشه خدا این بود که کلامش جسم بپوشه تا بتونه با ما ملاقاتی رو در رو داشته باشه. آمین آمین. چی زیبا فرمودین، بر چی زیبا، هللویا. واقعا داره خداوند عیسی مسیح شاهد جلال زیبا هست، کلامش زیبا هست، تعلیماتش زیبا هست و خدمت شما عرض کنم رابطه این خدا با خالقش زیبا هست. همون جا که اتفاقا من برادر یه اعترافی بکنم، صبح داشتم میخوندم این کلام خدا را، همین فصل 5 انجیلی لوقا را میخوندم، بعد اونجا میگه عیسی مسیح از قایق شمعون استفاده کرد تعلیم داد. بعد من یه لحظه خوندم تعلیماتش کجاست؟ اینجا که اون تعلیمات را که توی قایق داد اون کجاست؟ بعد اینجاست که حتی یوحنای رسول میگه آخر کتابش میگه که عیسی کارهای بسیار کرد، اگر تمام دنیا کاغذ شونه و تمام دریاها به این چیز جوهر قلم شونه، کارهای عیسی را نمیشه به قلم یعنی به دفتر کشید نوشت تمام کرد. و اینجاست که ما اون تعلیمه نیامده، ولی چیزی را که برادر شما زیبا فرمودین که عیسی تمام فوکوسش این بود که با شمعون صحبت کنه و از اون زمینه را طوری فراهم کرد که زانوی شمعون جلویش خم شونه و ترس شمعون بریزه و شمعون ترسوی گناهکار را تقدیس کنه و این شمعون ماهیگیر را تبدیل به صیاد جان بسازه. و این خیلی زیبا اینو فرمودین که خداوند ما عیسی مسیح شاهد جلال و تمامی برای اینه که برادر رومیان هم اینجا میگه ما میدانیم که برای کسانی که خدا را خداوند ما عیسی مسیح شاهد جلال رو دوست دارن تمامی چیز، یعنی همه چیز، هوا و زمین، همه چی به خیریت در کاره، همه چی به خیریت در کاره. یعنی خداوند ما عیسی مسیح برای فراخواندن ما، برای فراخواندن یک شاگرد تمام خلقت رو به هم میدوزه تا اون باش صحبت کنه. و این از اون برای شما هم هست. خداوند موسی مسیح شاهد جلال خالق آسمان و زمین را دیدین که چه کار عظیمی کرد تا شمعون و همراهانش را زانوهایش را در حضور خودش خم کنه. نه به اینی که به این معنا که خم کنه تا اینها را خار و خجیل و ذلیل بسازه، خم کنه تا اینها را بلند کنه. برای این خداوند موسی مسیح میگه خودت را فروتن بساز زیر دستان قدرتمند عیسی تا عیسی در فصلش تو را بلند کنه. و اینجا خداوند موسی مسیح شاجل زانوهای این عزیزان را خم کرد و خداوند موسی مسیح شاجل اینها را بلند کرد، گفت دنبال من بیایید تا شما را صیاد جانها بسازم. اون جان شما هستید عزیزان. خداوند موسی مسیح شاجل همین الان از شما دعوت میکنه، میگه زانو بزن، اجازه بده من، تو با من باشی، در زانو زدن تو با من هستی، خود را فروتن بساز تا تو را صیاد جانها بسازم. جانهای دوروبر شما هست که نیاز به نجات خداوند موسی مسیح شاه جلال، نیاز به نورش داره. بید به این نور نزدیک بشید تا نور شما را در بر بگیره. حللویا به نام عیسی مسیح شاه جلال. خیلی زیبا بود.
آمین. برادر داوید، ما یه طرحی رو میبینیم در کتاب مقدس که هی به کرات تکرار میشه، یعنی همین چیزی که شما عزیزان رو دعوت کردیم یعنی کار ما همینه، یعنی خدا از شاگردان نخواست که شمشیر بکشن و برن بگن که یا ایمان بیار به عیسی مسیح ناصری یا گردنتو میزنم. این خدای عشق گفت تو فقط برو من رو معرفی کن و قبل اینکه شاگردان رو بیرون بفرسته اول خودش رو بر شاگردان کامل مکاشفه کرد، اول شاگردان رو پر از روح القدس کرد، اول به شاگردان تعلیم داد، اول اجازه داد شاگردان به چشم ببینن جلال خدا رو، تا جایی که یوحنای رسول در رسالش میگه که ما جلال خدا رو دیدیم، بر اون نگریستیم، اون رو لمس کردیم، پسری شایسته پدر پر از فیض و راستی. پس در واقع شاگردان فقط رفتن که دعوت بکنن بگن که این عیسی فقط حضرت نیست، فقط پیامبر نیست، این عیسی زیبا قدرت خداست، لوگوس خداست، حکمت خداست، فهم خداست، کلام خداست، بخشش خداست، عشق خداست، تو بیا به اون نگاه بکن، تو او رو شاگردی بکن، بچش و ببین که اون نیکوست. این طرح به کرات تکرار شده حتی برای یحیای تعمید دهنده. خداوند به یحیای تعمید دهنده گفته بود که تو برو این رو موعظه کن در بیابان، درسته؟ رفت موعظه کرد و بهش گفته بود که قراره کسی بعد از تو بیاد که به روح القدس آتش قراره تعمید بده، درسته؟ ما در انجیل یوحنا میخونیم که یحیای تعمید دهنده یه شهادتی میده، میگه خودم هم نمیشناختمش، خودم هم نمیشناختمش. نه اینکه یحیی عیسی رو نمیشناخت، اتفاقا یحیی به عبارتی پسرخاله عیسی مسیح بودش، چون الیزابت و مریم خیش هم بودند و اصلا اینا با 6 ماه اختلاف به دنیا اومده بودند و از بچگی همدیگه رو میشناختن. پس یحیی عیسی رو خوب میشناخت ولی یحیی عیسی مسیح رو نمیشناخت. یحیی عیسی رو میشناخت و میدونست که این مرد چطوری زندگی کرده، که یه رازی میخوام بگم به عزیزانی که دوست دارن بدونن این عیسی از 0 تا 30 سالگی چطوری زندگی کرد. در شهادت یحیی یک رازی نهفته است که میدونم شاید خیلیا توجه نکردن بهش، یک رازی از زندگی عیسی مسیح. یحیی عیسی رو میشناخت ولی نمیدونست که این عیسی مسیحه، این عیسی بره خداست، چون در انجیل یوحنا میگه که من نیز او را نمیشناختم ولی آن که مرا فرستاد به من گفت هرگاه روح را دیدی، هرگاه دیدی که روح بر کسی فرود آمد و بر او بماند، بدان همان است که با روح القدس تعمید خواهد داد، و من دیدم و شهادت میدهم که این است پسر خدا. پس در واقع با دیدن روح القدس فهمید عیسی، این عیسی مسیحه. ولی انجیل متی یه راز دیگر رو به ما میده. قبل از اینکه عیسی مسیح تعمید بگیره، یحیی به عیسی میگه که تو باید منو تعمید بدی، حال آمده ای که من تو را تعمید دهم. در حالی که بعد اینکه عیسی تعمید گرفت، روح القدس اومد و فهمید این عیسی مسیحه. این دوتا رو ما چطوری میتونیم درک بکنیم؟ درک اینه که وقتی که عیسی مسیح اومد و یحیی بهش گفتش که تو باید منو تعمید بدی، به خاطر اینکه یحیی از بچگی عیسی مسیح رو میشناخت که شخصی پارسا و بیگناه بود، و چون اون رو میشناخت گفت تو باید منو تعمید بدی، ولی عیسی مسیح گفت بذار پارسایی کامل شود، و بعدش دید که این شخص پارسای بیگناه اتفاقا مسیح خدا هم بره کامل و بی نقص خدا هم بود، و برای همین شهادت داد به شاگردانش گفت او رو پیروی کنید، این عیسی بره کامل و بی نقص خدا است. آمین. برای خدا رو شکر برای وجودتون. وقت ما وقت دیگه ما در مورد این خدا، در مورد عیسی عظیم صحبت میکنیم. وقتی در مورد عیسی صحبت میکنیم که برادر عزیزمون فرمودن که یحیای تعمید دهنده عیسی رو میشناخت، عیسی رو میشناخت، اما عیسی مسیح رو نمیشناخت. نمی آگاه از این نبود که این عیسی اون قدوس اسرائیل، از این آگاه نبود. از آن برای شما که میگید ما عیسی رو دوست داریم، عیسی رو میشناسیم، عیسی رو خدمت میکنیم، بیاید مثل یحیای تعمید دهنده بگید این عیسی اون قدوس اسرائیل. شاید شما عیسی انسان رو میشناسید، اما حتی دانیال نبی هم میگه که عیسی خدا در جسم انسان ظاهر شد، فقط به انسانی بعد انسانیش نگاه نکنید بلکه به خدا نگاه کنید. وقتی که ما در کوه میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال، جلالش را اون پرده انسانی رو میزنه کنار، جلالش نمایان میشه، این عیسی یک انسان نیست، این عیسی فراتر از انسان است، عیسی خدا هست.
خداوند موسی مسیح شاه جلال به شما برکت بده و خداوند موسی مسیح شاه جلال شما رو به این نور جلالش فرا بخونه. خداوند موسی مسیح شاه جلال در اون قایقی که هستید شب تا صبح و در طول زندگیتون تا حالا نمیدونم چند سالتون زحمت کشیدید و حتی یک ماهی هم در طورتون نیست، خداوند موسی مسیح شاه جلال ماهیای زیادی در اون طور بیاره. و این قایق راز ماهیای بسیار در این طور اینه که این قایقتون را اول در اختیار عیسی مسیح قرار بدید که این قلب شما هست، این زندگی شخصی خود شما هست که در اختیار خداوند عیسی مسیح شاه جلال قرار بدید. اجازه بدید که خداوند عیسی مسیح شاه جلال ازش استفاده کنه و این قایق را پر کنه و برکت الهی را شما تجربه کنید. برادر احساس میکنم یه دقیقه اینا وقت داریم، الان برادرمون موزیک را نفرستاد. برادر این عیسایی را که پتروس شناخت در حد یک دقیقه که زانویش خم شد و اون ترس را در حد یک دقیقه صحبت کرد، چرا زانوی اون خم شد؟ گفت از من دور شما، خدا را میخواییم با ما باشه. ببینید این زانو زدن، ما نمیتونیم الکی زانو بزنیم، این زانو خم شد در مقابل حضور خدا. چون جایی که کلام خدا هست برادر داوید حضور خدا هست و عیسی مسیح کلام خداست و اون جایی که کلام خداست، کلام خدا بدون روح القدس کاری نمیکنه، روح خدا حضور خدا رو میسر میکنه و کارهایی که عیسی مسیح بر انجام داد و خودش رو مکاشفه کرد بر این شمع، اون زانوانش رو خم کرد. برای همینه که وقتی که ما این مأموریت به ما سپرده شده که عیسی رو بشارت بدیم و این عیسی به قدرت روح القدس هر زانوی رو متقاعد میکنه که خم بشه و اقرار بکنه که عیسی مسیح ناصری، کلام جسم پوشیده خدا، پسر ازلی خدا، شاه شاهان و رب الارباب هستش. تنها چیزی که ما داریم بگیم اینه که این عیسی مسیح ناصری رو بیاین بچشین و ببینین که نیکوه، نگاهتون به اون باشه و اجازه بدین که او به شما تعلیم بده، او رو پیروی بکنید و شاگردی بکنید. بهتون قول میدم که برکت حضور خدا و شفای خدا و آزادی خدا و نجات و رحمت خدا جانتون رو پر میکنه. آمین. مرسی برادر. این زیباست که خدا ما رو متقاعد میسازه. چون خیلی ها مثلا میگه خب من قانع نشدم. قناعت شما از اون در دست یک انسان نیست. شما مشکل شما شاید این باشه که دنبال قناعت در دست خدا هستی. از خودش بخواید، بگید ای عیسی، همین الان بگید ای عیسی، اگر تو اون کسی که کلامت میگه هستی، من میخوام تو رو بشناسم، خودت رو برای من مکشوف بساز. من این سوال رو ازش کردم، من داود نصارا این سوال رو ازش کرد، این عیسی خودش رو برای من ثابت ساخت. من از عزیزان بسیار شنیدم که میگه ما خودمون سوال کردیم، گفتیم عیسی اون کلامت میگه، ما تو که دروغ نمیگه، این کلامت اون چیزی که میگه تو هستی یا نه؟ اگر هستی خود رو برای من مکشوف بساز. همین الان از خداوند موسی مسیح شاه جلال بخواید، بگید ای عیسی، ما در کلامت میخوانم که تو پسر خدا هستی، تو خدا هستی، خالق آسمان و زمین هستی، انسان شدی تا با من انسان صحبت کنی. من انسان اینجا زانو زدم، بیا با من صحبت کن. اون وقت از اون خداوند موسی مسیح شاه جلال قطعا میاد با شما صحبت بکنه، چون خدا قول داده که با شما صحبت کنه. میگه مرا بجویید که خواهید یافت، مرا بجویید که خواهید یافت. در بزنید که در برایتان گشوده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت و بخواهید که به شما داده خواهد شد. خداوند موسی مسیح شاه جلال شما را در دستان خودش در آسمان در حضور تخت فیض پدر ببره و همین الان در آغوش خداوند موسی مسیح شاه جلال قرار بگیرید با اعترافتون و با ایمانتون. آمین آمین. هللویا. Cheese bush, rough butter.